جشن و پایکوبی مصری های عمدتا هوادار دولت موقت این کشور در میدان تحریر قاهره، همزمان با سومین سالروز انقلاب مصر. این روز با بمب‌گذاری، خشونت و درگیری در مصر هم همراه بود. دو از هواداران فرمانده ارتش عبدالفتاح السیسی که از او خواستند خود را نامزد دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری مصر کند، هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر و اخوان المسلمین و فعالان سیاسی سکولاری که منتقد هر دو گروه هستند نیز تجمعاتی در قاهره و چند شهر دیگر مصر برپا کردند. از سوی دیگر پلیس قاهره میگوید در حال تحقیق در مورد دو انفجاری است که روز شنبه در نزدیکی یک مرکز آموزش پلیس رخ داد. در همین حال گروهی به نام انصار بیت المقدس مسئولیت حملات روز جمعه قاهره را بر عهده گرفته. این گروه با صدور بیانیه‌ای به مسلمانان مصری هشدار داده که از نزدیک شدن به مراکز پلیس و نیروهای امنیتی خودداری کنند. این گروه همچنین مسئولیت بمب‌گذاری سپتامبر 2013 در منصوره و چند حمله دیگر را پذیرفته و دلیل انجام آنها را تلافی سرکوب اسلام‌گرایان مصری به دست دولت نظامی این کشور دانسته است. روز جمعه دست کم 20 نفر در سراسر مصر کشته شدند. مقامات میگویند که جدا از 6 افسر پلیسی که در بمب‌گذاری کشته شدند، بقیه در درگیری میان معترضان اسلام‌گرا با مخالفان سکولار خود و پلیس جان باختند. سخنگوی ارتش مصر نیز از سقوط یک هلیکوپتر ارتش در منطقه سینا و ناپدید شدن سرنشینان آن خبر داده. منطقه‌ای که نظامیان مصری با شبه نظامیان اسلام‌گرا در نبردند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد با محکوم کردن انفجارها در قاهره گفته که هیچ دلیلی نمی‌تواند این حملات را توجیه کند. ایالات متحده آمریکا هم این خشونت‌ها را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شده. باید برای همه مردم مصر روشن شود که خشونت انتقال سیاسی در مصر را به جلو نبرده و نخواهد بود. نارامی‌های ادامه دار و چرخی اعتراضات خشونت آمیزی به چشم انداز مصر برای برخورداری از ثبات سیاسی و اقتصادی صدمه زده است. پیشتر مقام‌های مصری گفته بودند که روز شنبه 260 هزار نیروی پلیس، 180 گردان و 500 گروه مبارز مأمور حفظ امنیت در سومین سالروز انقلاب مصر شدند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.